ادامه رویارویی پلیس ضد شورش و معترضان در کیف، خیابان‌های اطراف پارلمان را در پایتخت اوکراین شبیه میدان نبرد کرده است. خشونت‌های بی‌سابقه روز چهارشنبه پس از آن آغاز شد که نیروهای پلیس به اردوگاه خیابانی که معترضان در خیابان منتهی به مقر دولت ساخته بودند حمله کردند. این حمله از طرف تظاهرکنندگان بی‌پاسخ نماند و آنها با پرتاب کوکتل مولوتوف، بمب‌های آتش‌زا و سنگ تلاش کردند نیروهای پلیس را عقب برانند. نیروهای امنیتی هم از باتوم، گاز اشک‌آور و نارنجک‌های منور برای متفرق کردن معترضان استفاده کردند. قانون جدیدی که برگزاری تقریبا هر گونه تجمعی را ممنوع کرده است، بسیاری از تظاهرکنندگان را مجبور کرده است که برای مخفی کردن چهره خود از ماسک استفاده کنند. یکی از معترضان که با لباس نظامی به خیابان آمده است میگوید مردم تلاش میکنند که اعتبار از دست رفته کشورمان را احیا کنند. گزارشگر یورونیوز برای تهیه گزارش به میان معترضان رفته بود، اما با زنی روبرو شد که انگیزه متفاوتی برای حضور در خیابان دارد. او میگوید که پزشک اطفال است و بعد از پایان کارش به عنوان پزشک در بیمارستان به اینجا میآید تا به مجروحان احتمالی کمک کند. روز چهارشنبه دست کم 5 نفر از معترضان در خیابان‌های پایتخت اوکراین کشته شدند. دادستانی تایید کرده است که حداقل 4 تن از قربانیان با شلیک گلوله از پا درآمدند. اعتراض‌های اوکراین هر چند تا کنون با دخالت پلیس همراه شده بود و در مقاطعی به خشونت کشیده شد، اما تا قبل از روز چهارشنبه کشته‌ای نداشت. در خشونت‌های روز چهارشنبه 300 نفر مجروح شدند.